به نام خالق هستی بخش گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم شما عزیزان و همه شما بیننده های محترم به خصوص هموطنان عزیزم، امیدوار هستم صحتمند باشین، جور باشین، زندگی و عمرتان با برکت باشه و همیشه و همیشه آرامش و موفقیت و خوشبختی نصیب همه شما عزیزان همیشه همراه برنامه روشنا باشه. بله، شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستین. هر روز تقدیم شما عزیزان میشه به صورت لایو و زنده از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان خواهان هستم و آرزو میکنم که همیشه در کنار اعضای خانواده تان موفق و پیروز باشین. راستی سرمایه های زندگی خودتان را تا به حال شده که بررسی کنین؟ چه سرمایه هایی در زندگیتان دارین؟ شاید تعدادی از شما عزیزان بگوید که خب بله، بعضی از سرمایه های زندگی ما همین پول و پیسه و مال و ایگپاس که داریم. خب دیگه چی سرمایه در زندگیتان دارین؟ شاید هم بسیاری از شما بگوید که همین اولادای نازنینی که در کنار ما هستند، خب اینا هم جز سرمایه های زندگی ما هستن. بله، همه اینا جز سرمایه های زندگی ما و شما محسوب میشن. اما یک سرمایه بسیار بزرگی دیگری هم ما داریم که او هم ادب هست. اگر ما تمام سرمایه های زندگی خود ما را که همو پول و پیسه و مال و دارایی است و اولاد است، اگر بیایم در یک کفه ترازو بانیم و ادب را در یک ترازو و کفه دیگهش بانیم، مطمئن باشین که ادب سنگین تر میشه و وزنش بیشتر میشه. این هم شنیدین که گفتن که ادب مرد به از دولت اوست. همراه عزیزان همراه ما باشین. خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی هم کارشناس ما هستن. میخواییم در رابطه با تجلی کمالات انسانی در قیام عاشورا که ادب نسبت به او هست و میخواییم نسبت به او گفتگو کنیم، همراهی کنیم برنامه ما را. سلام خانم رضایی عزیز و خوش آمدیم به برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما همکار محترم و همینطورم بینندگان عزیز و ارجمندی که در این ساعت و دقایق و لحظات بیننده برنامه هستن. آرزو دارم که انشاءالله تا این ساعت از روز رو با نیکی، با خوبی و خوشی سپری کرده باشن و ساعت پیش رو سرشار باشه از نیکبختی، شادکامی و انشاءالله امنیت و آرامش ذهنی و سلامت جسمانی. خود انشاءالله به همون توفیق بده که از لحظه لحظه عمرمون بله. بهترین بهره ها رو ببریم، تمام تلاشمون رو بکنیم که هر روز بیشتر یاد بگیریم. درستان. و بعد با آنچه که یاد گرفتیم عمل بکنیم. الهی آمین. سپاسگزار. و اما موضوع برنامه ما، خانم رضایی گفتیم که ادب در مقابل خداوند و ادب در مقابل خلق خداوند، این خودش یک نوع تجلی کمالات انسانی هست. حالا میخوایم در رابطه به این موضوع صحبت کنیم. ما یک مقدمه ایم بر ازان بیننده ما صحبت و گفتگو کردم. حالا بیایم ادب تعریف کنیم. اصلا ادب یعنی چی و چگونه ادب و چگونه هست در زندگی، یعنی ما چگونه میتونیم ادب را در زندگی خود ما عینیت و مصادیق از او را بیان کنیم برای عزیزان بیننده و انشالله با توجه به نهضت عاشورا و قیام عاشورا. تشکر از شما. بله، همطور که بینندگان عزیز در سلسله مباحثی که ما در طی از ابتدای ماه محرم آغاز کردیم، موضوع کلی است که بررسی بکنیم قیام امام حسین و نهضت عاشورا رو که در این قیام کدوم یکی به اصطلاح می‌دانیم که عاشورا دانشگاهی است، نهضت امام حسین بله. مکتب همیشه جاوید و زنده است که بی نهایت و الا ماشاءالله می‌شود از او درس گرفت. ولی بله. خب ما یک نگاه به عبارتی بر اساس توان و وسع خودمون و همینطور توان و وسع برنامه نگاهی مختصر و کوتاه داریم در مورد این که بررسی بکنیم که در قیام امام حسین خصوصا در به عبارتی در طول نهضت کدام ویژگی ها و کدام کمالات انسانی بروز و ظهور بسیار بسیار برجسته ای داشته که من و شما و همه بینندگان عزیز ما به عنوان پیروان صدیق و به عنوان رهبران مشیعیان با بهره گیری و الگو گیری از نهضت عاشورا ان شاء الله تلاش بکنیم که او کمالات رو و خصلت های نیک رو در وجود خودمان تجلی بدیم و ان شاء الله بارز بکنیم. یک وظیفه ما هست، یک مسئولیت بزرگ ما هست که در این ایام محرم باید این امورات رو در نظر ان شاء الله در به عبارتی خدمت بینندگان عزیز ما عرض کردیم که قیام امام حسین هم شور دارد و شعور دقیقا. در کنار شور بله. و در کنار شاعر و به عبارتی
برگزاری مراسم ها باید به شعور و معرفت حسینی هم انشاءالله پرداخت. یعنی خانم رضایی، همزمان با این که ما مثلا در ایام محرم عزاداری داریم، یعنی این انتظار ما داریم از عزاداران امام حسین علیه السلام که تمام این نکات هم رعایت کنن. اصلا کلن وظیفه ماست بکنیم، که چون فقط صرف عزاداری کردن و سوگواری کردن کفایت نخواهد کرد. خب عزیزان در جریان هستن بزرگوارانی که دارن پیگیری میکنن برنامه رو، که ما تا حالا به دو تا از این ویژگی ها و کمالات انسانی پرداختیم. امروز انشاءالله به توفیق الهی سومین مبحث رو، همطور که اشاره شما کردید، یکی از ویژگی هایی که به صورت کلی در تمام ابعاد زندگی سید الشهدا و همینطور همه ائمه بزرگوار ما و سیره و سلوک پیامبر گرامی ما و همه انبیا و اولیا الهی است، بحث ادب به عنوان یکی از شاه کلیدهای اخلاق انسانی و شخصیت دینی و معنوی است. خب اشاره کردید که ما انشالله امروز به عبارتی به گوشه هایی از به نمایش ها و تصاویر بسیار بسیار برجسته ادب رو در قیام امام حسین و در نهضت عاشورا بررسی میکنیم، و بعد اینکه ما چطور میتوانیم از اونها الگو بگیریم و چه رسم اونها رو در زندگی خودمان پیاده بکنیم. اشاره کردید معنای ادب، معنای لغوی ادب گفته شده است ادب در زبان فارسی در فرهنگ ده خدا به یک ظرف، ادب به معنای ظرف یا به معنای حسن تناول. در موارد دیگه گفته شده است ادب در لسان عرب به معنای تمرین دادن نفس است. ولی یک تعریف بسیار بسیار زیبا و پرمفهوم و پرکاربردی علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان دارن. ایشان میفرمایند ادب هیئتی یا شکلی زیبا و پسندیده است که او هیئت رو سزاوار است که ما در هر عملی چه او عمل مشروعیت دینی داشته باشه مثل دعا کردن، مثل نماز خواندن، یا چه او عمل مشروعیت عقلی داشته باشه مثل زمانی که به دیدار دوستان و نزدیکان خودمون میریم، سزاوار است که او رو انجام بدیم. بعد در ادامه میفرمایند پس بنابراین ادب، علامه طباطبایی میفرمایند ادب یعنی ظرافت در عمل و عمل ظریف انجام دادن. بعد میفرمایند که خب این ادب رو دو تا شرط مهم داره که ما ادب رو جاری بکنیم در رفتارمان. یکی این که در قسمت اول ایشون اشاره میفرمایند که زمانی ما این ادب رو به عبارتی میشود گفت که رعایت کردیم که ادب در عمل مشروع اتفاق بیفته. مثلا ما میگیم که آداب وضو گرفتن، آداب نماز خواندن، آداب سلام کردن، آداب مثلا فرض کنین عیادت مریض و یا حتی به قبرستان رفتن. اما نمیگیم که آداب دروغ گفتن، آداب خیانت کردن، آداب ظلم کردن، چون اینا اعمال غیر مشروع و خلاف شرع است. یکی نکته دومی که ایشون میفرمایند که عملی که ما به عبارتی میخواهیم هیئت ادبی و شکل ادبی به او بدیم یا اینکه در او ادب رو رعایت کنیم، باید از روی اختیار و اراده و آگاهی خود انسان سر بزنه. فلذا در اعمالی که ما مجبور به انجام اونها هستیم و یا مضطریم و چاره ای نداریم، دیگه اونجا بحث ادب مطرح نمیشه. لذا پس ساده تر بگیم ادب میشود گفت لباسی است که ما بر تن عمل خودمان میپوشانیم که او عمل ما رو ظرافت میبخشه، زیبا میکنه، پسندیده میکنه. من سلام میکنم، اما اگر آداب سلام، مثلا که شما اول سلام کنید، اشکال نداره بزرگتر به کوچکتر سلام کنه، سلامتون رو بلند بگید، سلام کامل بگید، السلام، مثلا سلام علیکم، اینا دیگه پس این عمل سلام کردن ما رو زیباتر میکنه، جلوه بیشتری به اون میده. خب پس این در تعریف ادب. حالا میپردازیم به اینکه چرا مثلا سرچشمه ادب از کجاست، به اصطلاح ساده تر از کجا آوردیم. یه روایت معروفی است وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، میفرمایند که انا ادیب الله و ان اسخای می کنم معنی، حالا واژه عربیش رو فراموش کردم. پیامبر در ترجمه فارسی چی میشه که من ادب شده حضرت حقم، پروردگار متعال مرا ادب کرده و علیون ادیبی و علی رو من پرورش داده و من ادب کردم. بنابراین اگه به متن این روایت به عبارتی توجه کنیم، یعنی اینکه ادب سرچشمه وحیانی داره، سرچشمه الهی داره. در جای دیگری پیامبر گرامی اسلام میفرمایند خطاب به قرآن که قرآن مأدبت الله هست، ان هذا القرآن مأدبت الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم، سفارش میکنن به همه امت خودشون که قرآن گنجینه ادب الهی است، پس یاد بگیرید قرآن رو، بیاموزید قرآن رو، به داستان های قرآن مراجعه کنید. بله. به تمام احکام قرآن به اندازه ای که در توانتان است، هر کسی هر چقدر که بهره مند میشه از او بهره بگیره. بنابراین اگر دو تا رو کنار هم بگذاریم، که یک در یک طرف حضرت میفرمایند که من ادب شده پروردگار سبحان، یعنی خداوند تبارک و تعالی سرچشمه از اوست، و در یک جای دیگه اشاره به قرآن میکنن که پس کلام الهی است، کلام الهی بهره بگیریم، به این معنی میرسیم که پس سرچشمه ادب رو ما میتوانیم از وجود نازنین انبیا و اولیا الهی، به خصوص انسانهای کامل که در زمان عصر ما و در میان امت پیامبر گرامی اسلام وجود نازنین پیامبر اکرم و همینطور ائمه معصومین هست. پس اینها الگوها و اسطوره های اصلی ادب
هستن و من اگر میخوام به معنای واقعی کلمه یک مسلمان با ادب باشم باید تأثیب جویم، تمسک بجویم به وجود ناظرین پیامبر و اهل بیت علیه السلام. بله، پس این یک وظیفه همگان هست که انشالله بپردازن به این امور، تحقیق کنن، جستجو کنن، مطالعه داشته باشن، آگاهی های لازمه کسب کنن، بیننده برنامه روشنا باشن انشالله. تا اینکه بتونن انشالله به آگاهی های برسن و اون الگوی واقعی زندگی خودشان را پیدا کنن، مشخص کنن و او الگو جز انبیا واقعا نمیتونه باشه و بهترین الگوی ما همانها هستند. بله. و در رابطه با ادب هم که شما بیان کردین، مرا به یاد یک جمله انداخ خانم رضایی که میگن که ادب مثل عطر میمانه. یک انسان عطره که میزنه خودش استفاده میکنه درست، ولی دیگران هم از اون لذت میبرن. فکر کنم چقدر دقیق و ظریف هست. مثلا من عطر میزنم ولی دیگران لذت میبرن. من اگه ادب داشته باشم خب دیگران هم از ادب من لذت میبرن و خوشحال میشن و این گونه روابط اجتماعی و اعتماد و اطمینان و بسیار بسیار چیز دیگه اضافه میشه در زندگی ما. کاملا درست. عزیزان بیننده، میان برنامه تقدیم شما عزیزان و بعد از میان برنامه همچنان همراهی کنین ما را. خدمت عرض کنم خدمت همه شما عزیزان بیننده و خوش آمدید عرض کنم به همه شما عزیزان همیشه همراه و بینندگان برنامه روشنا. شما بیننده برنامه روشنا شبکه جهانی فارسی دری هستین و امیدوار هستم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. و اما در ادامه صحبت هستیم با خواهر خوم و خانم رضایی عزیز که در رابطه با تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین صحبت‌های با شما عزیزان داشتیم و ادب در مقابل خدا و ادب در مقابل خلق خدا، این عنوان و موضوع امروز برنامه ما هست. خانم رضایی عزیز، ادب را تعریف کردین برای ما و چگونگی ادب هم گفتیم. انشالله بیایم بپردازیم و نمونه‌های عینیت او را در قیام عاشورا بررسی کنیم. چه نمونه‌هایی وجود دارد در قیام عاشورا که میتونه برای ما قیام عاشورا را مکتب عاشورا بسازه و دانشگاه عاشورا بسازه؟ چه آموزه‌هایی در او وجود دارد که یک نمونه از او را شما ادب بیان کردین؟ نمونه‌های زیادی وجود دارد. یک نمونه دیگر از او ادب هست که می‌خوایم اینها را عینیت بدیم با قیام عاشورا. بله، بسیار عالی. خب ببینید، همطور که شما اشاره کردید، ما شاید بشود در ابتدایی ترین حالت ادب رو به دو قسمت بکنیم یا به دو شکل یا دو شکل از ادب رو مطرح بکنیم. یکی ادب در مقابل خالق و یکی دیگری ادب در مقابل مخلوق، که حالا باز مخلوق درجه بندی میشه. طبیعتاً خیشاوندان، نزدیکان و به عبارتی ارحام و فامیل یک طرف است و بعد او خب باز جامعه و کلیتر او در مقابل تمام موجودات هستی لزوم هست که رعایت بشه. خب اگر مستقیم بیایم وارد اصل ماجرا بشیم و بپردازیم دنبال اون نکته ها و اون تصاویر بسیار بسیار آموزنده و شاه کلیدهایی که یک شیعه حقیقی و یک محب امام حسین با بهره مندی از نهضت امام حسین و با نگرش عمیق‌تر نسبت به قیام عاشورا میتوان از اونها بهره ببره و استفاده بکنه، و چند رو نمونه رو عرض میکنم خدمت دوستان با تناسب وقتی که داریم و کمی توضیح میدم و میپردازیم که به چه قسم و به چه شکل من میتوانم به عنوان یک شیعه از اونها استفاده بکنم. ادب در مقابل خالق، یکی از برجسته ترین به عبارتی تجلی های ادب، ادب در مقابل خالق رو میشود در ببینید، ما در روز در شب تاسوعا میدونیم که قرار بود از همون روز حتی اتفاق بیفته، بعد زمانی که عماننامه میارن برای حضرت ابوالفضل العباس و باز خود این تجلی ادب حضرت هست که رد میکنن، امام حسین خطاب به برادر بزرگوارشون میفرمایند که حالا که ایراد رد کردی، پس برو از طرف من به اصطلاح یک
تقاضایی از اونها داشته باش، بگو که یک امشب رو به ما مهلت بدن که من میخوام امشب رو قرآن بخونم و به عبادت خدا و نماز بخونم، چرا که خدا میداند که من چقدر نماز خواندن و قرآن خواندن رو دوست دارم. ببینید، در بحبوحه مشکلات، در به عبارتی فوران همه سختی‌ها و مصائبی که حتی تصورش برای من که هر بار او مصائب ذکر میشه حتی نمیتونم کنترل کنم احساسات خودم را، ولی معصوم علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام، می‌بینید ادب در مقابل خالق پروردگار در یک همچین مثلا منطقه‌ای آب رو بر ما بستند، یک تعداد محدودی در مقابل تعداد کثیری قرار گرفتیم. بله. متاسفانه بی‌حرمتی میشه. نامه‌ها به ما دادن، در مقابل نامه‌هایی که دادن به جایی که میهمان نوازی کنن دارن بدترین نوع رو به اخلاق و رفتار رو در مقابل همه اینا سر جای خودش، ولی ادب در مقابل تو حکم می‌کنه که به عنوان یک بنده شکرگزار همه حالات‌های تو باشم و استعینوا بالصبر و الصلاة و در بدترین حالت‌ها به تو بیارم و از تو طلبه، یعنی به وسیله نماز و وسیله طلب صبر از خداوند. این یک نماد بسیار جالب است که به ما به عنوان یک محب حقیقی و به عنوان یک شیعه واقعی میگه که هر زمانی که پس در کوره به عبارتی مشکلات و مصائب و بلایای دنیا خدای نکرده احساس کردید که دارید میسوزید، فاستعینوا بالصبر و الصلاة. چرا؟ چون امام حسین هم شب قبل از همین کار شب قبل دادن. از به عبارتی و باز ظهر روز عاشورا اون ظهری وقتی که او اصحاب حضرت میفرمایند که وقت نماز شد، میگه خداوند تو را رحمت کند که مرا به یاد نماز انداختی، باز دوباره در میدان جنگ در بوقه جنگ حضرت دارن میگن که ببینید این ادب بندگی رو و خضوع یک بنده رو، انما یخشى الله من عباده العلماء، حالا بعد میفرمایند نهایت ادب در مقابل خداوند هست، ان الصلاه لکبیره الا علی الخاشعين، اونایی که در مقابل پروردگار متعال خشوع دارن. درست. حتی در میدان جهاد ببینید این پس یک تجلی است و به من داره گوشزد می داره یه هشدار رو میده که متاسفانه میدید که حتی خانم زوریگاه وقتا این اشکال پیش میاد که حتی در عزاداری امام حسین ممکن است که بعضی از عزیزان مثلا تا نیمه های شب مشغول عزاداری و سینه زنی باشن، فردا صبح نماز صبحشان قضا شد. این ادب در مقابل پروردگار، حتی ادب در مقابل سید الشهدا هم نیست، به خاطر اینکه حضرت فرمود اصل هدف اساسی قیام من اصلاح امت جدم و امر معروف نهی از منکر است. بله. اصلا تجلی درست و عاقلانه و منطقی نیست که کسی به نام پیروی کردن، به نام عزاداری کردن و به نام سوگواری کردن تا پاسی از شب بیدار بشینه و بر سر و سینه بزنه، ولی واجب ولی الهی او نماز خود بله و واجب واجبات. الهی او کلا قضا بشه و بعد بگه خب منشون دیشب عزاداری بودم، منشون دیشب مثلا فرض کنید نذر داشتم تا نیمه شب مشغول پختن نذرم بودم، صبح نماز تواناییش نداشتم. پس این نکته اول در ادب الهی. در مورد دوم میرسیم، ادب در مقابل مخلوق. خب حالا همونطور که اشاره کردم ما مخلوق رو میتونیم دسته‌بندی‌های متفاوتی داشته باشیم. خب اولین طبقه طبیعتاً نزدیکان ما هستن، خانواده ما هستن، فامیل ما هستن. باز یک تصویر بسیار بسیار زیبایی که ما در قیام عاشورا و در نهضت کربلا در جاهای متفاوت و متعددی رو میبینیم که حالا من حداقل به یکی دو مورد اشاره میکنم، ادب به عبارتی امام در مقابل مأمومه با وجود جایگاه و رفعت. بله، و بله. عظمت در جایی وجود نازنین سید الشهدا به حضرت عباس ابوالفضل عباس خطاب میفرمایند که یا اخی به نفسی انت، جان من فدای تو باد. بله. ببینید اول بحث بزرگتری امام حسین بر حضرت عباس، ایشون 57 سالشه، حضرت عباس 30 خورده 35 یا 36 سالشه، بزرگتری و کوچکتری هم چیزی که باز بحث ادب بزرگتر. بله. دوم امام معصوم علیه السلام و حضرت عباس در با اشاره به این که ایشون کمالات انسانی بسیار بسیار متعالی برخوردارن، فرزند علی ابن ابی طالب است، دست پرورده ام البنین، همه اینا به جای خودش، ولی در مقابل عظمت امام به عنوان یک مأموم محسوب میشه. اینکه این ادب شأنیت و ادب بسیار بسیار بالای امام حسین رو که به برادر خودشون خطاب میفرمایند جان من به فدای تو باد. باز در مقابل همین رفتار امام حسین در مقابل حضرت زینب سلام الله علیها. بله. که یعنی ادب بالاترین میزان، یعنی شما ببینید ما میگیم که خب نهایتا اینه که من به کوچکترم لطف کنم، محبت کنم، ولی خب بیشتر تقاضای، یعنی تصور ما است که کوچکتر حتما باید به بزرگتر ادب. بله. کنه، کوچکتر حتما باید احترام بگذاره، کوچکتر حتما باید. ولی این رو تجلی واقعی این رو ما در قیام عاشورا میبینیم که دقیقا چرا او الزام داره، خوب است و لازم است که کوچکتر، ولی الزام برای این نیست که حتما همیشه این کوچکتر است. گاهی وقتا بزرگترها هم میتونن و چقدر زیباتر هست که اگر این ادب از منطقه به اصطلاح از مقام بالاتر نسبت به پایینتر اتفاق بیفته. ببینید ما وجود نازنین ابوالعبدالله حسین میزان مرتبت ایمان و باور حضرت سر جای خودش، ولی خطاب به حضرت زینب میفرمایند خواهرم لا تنسینی فی صلات الليل، در نماز شبت مرا فراموش نکنی، یعنی من امام معصومی که من
به اصطلاح با این جایگاه و رفعت مقام، نه که بگیم امام نیازی به این داره که مثلا حضرت زینب اگر مثلا طلب استغفاری بکنه برای ابو عبدالحسین، نه، ببینید این نوعی ادب و تواضع اخلاقی و معرفتی است که حضرت میفرمایند که مرا در نماز شب خودت فراموش نکن. خب این منظور چیست؟ منظور که من مثلا فرض میکنیم، به خودم مثال میزنم، خدای نکرده جسارتی به مقام هیچ کس نباشه، من به یک جایگاه علمی میرسم، بله، به قول شما به یک میزان توان اقتصادی میرسم، به یک جایگاه اجتماعی میرسم، حالا زیر دستانی دارم، این که من احساس تفاخر خاصی داشته باشم و بگم که خب مثلا من اگه حالا یک عرف عامیانه‌ای داریم، مثلا کسی کار میکنه که التماس دعا، یعنی بله. خب پس من میگم وقتی که اینجوری نباشه که من چون آدم زاهدی هستم، چون آدم مؤمنی هستم، چون مثلا نماز شب حتما باید دیگران بیاین به من بگن که التماس دعا، یعنی خب برای من دعا کن، نه برعکس، اشکال داره. حتی گاهی وقتا میشه بعد یک طفل کوچک صغیری وقتی که مثلا مسجد نماز جماعت ببینیم کودکان میان نماز میخونن، حتی ممکنه اشتباه بخونن، ولی واقعا گاهی وقتا خام زوری ممکنه نماز او با همون خلوص نیت و پاکی قلب، بله، به مراتب از نماز بزرگتر. حالا واقعا آدم بیا به کودک بگه التماس دعا، برای منم دعا کن. این نشان دهنده است که ما رفعت مقام سر جای خودش باقی، ولی نشانه ادب است که گاهی وقتها میشود که این کارو کرد و این تجلی ادب، بله، است که بالا دست هم نسبت به پایین دست این محبت و این رفعت رو، ادب و تواضع کنار هم قرار میگیرن، بله، یعنی یک از نشانه های ادب میتونه تواضع باشه، بله بله، هر دو تا معنی رو میشود افاده کرد، کمون که خب خصوصیات و ویژگی ها و فضایل اخلاقی گاهی وقتا ممکنه یک رفتاری در آن باید چندین تا شما میتونید به ویژگی و خصلت رو انتساب بدیم، مثلا بگی هم مهربانی است، هم شفقت است و هم مثلا همدلی است، در آن باید در ستا اینا رو داشته باشه. لذا اینجا میشود گفت که بله، میشود ادب و تواضع رو هر دو رو با هم برای او مثال زد. و یک نمونه دیگه در مورد این وجود نازنین ابوالفضل عباس رو همه میدانیم، اینها رو حتما همه عزیزان از بچگی ما با این به اصطلاح تصاویر و با این ذکر مصائب بزرگ شدیم که ابوالفضل عباس وقتی که کنار شریعه میرسن و خب طبیعتا کسی که حداقل دو شبان روزه که آب نخورده و به شدت تشنه است، وقتی که دست رو داخل نهر میبرن و آب رو میارن جلوی صورت و خیلی راحت میتونن آب رو بخورن و قطعا کسی از اونها مثلا گلایه‌ای هم نداره، بالاخره دسترسی پیدا کرده و خب حتی برای خطر جانی هم داره، بله، از تشنگی میتونه داره برطرف میکنه نیاز شخصی خودش رو. ولی حضرت به یک لحظه خطور ذهنی میکنن که خب من که اومدم برای آب بردن و به عنوان یک سقا و حالان که برادر من و مولای من و فرزندان و اهل بیت من تشنه هستن، به خودم این جسارت و این عبارتی وگرنه جسارتی هم نبوده. ببینید این نهایت ادب و به عبارتی کمال ادب در وجود نازنین ابوالفضل عباس هست و شاید یکی از دلایل ارتقاء مقام حضرت عباس. خب میدونیم که در قیام عاشورا علاوه بر حضرت عباس برادران دیگر بزرگوار، بله، هم بودن، فرزندان دیگر هم امیران، بله، مؤمنین هم بودن، ولی جایگاه حضرت عباس بسیار بسیار عالی تر و، بله، ارتقای بسیار بالاتری داره به خاطر این ویژگی ها و یکی از برجسته ترین اون ویژگی ها همین ادبی است که حضرت عباس نسبت به سید الشهدا علیه السلام داره. بله، خوشا به حالشان، این گونه نام و یادشان همیشه جاویدان هست و ما هم باید ببینیم و بیاندیشیم، یک بار به خود ما رجوع کنیم، به خود ما، به خانواده ما، به جامعه ما، ببینیم ما چگونه زندگی میکنیم. واقعا روابط بین دو برادر یا دو خواهر یا خواهر و برادر، پدر، فرزند، مادر و اولاد، اینا چه قسم هستن؟ آیا این ادب که امروز موضوع برنامه ما هست و خودش میتونه یک نوع تجلی کمالات باشه، آیا واقعا وجود داره در وجود ما؟ آیا در بین خانواده ما، در وجود خود ما چقدر واقعا ادب هست؟ باید اینا رو بیایم بسنجیم. خب اگر ادب هست، مطمئن باشیم که بالاترین سرمایه زندگی رو داریم و میتونیم بگوییم که به واقعیت ما رهرو راه امام حسین هستیم و یاران امام حسین هستیم. اگر میخواییم حسینیوار زندگی کنیم و اگر میخواییم که شعور حسینی را با خود ما داشته باشیم، خب باید رعایت کنیم و ادب یک نوع آموزه و دانشکده دانشگاه عاشورا هست. همراهی کنید برنامه روشنا را بعد از یک وقفه. Oh.
سپاسگزار از همراهی گرم همه شما عزیزان بیننده. برنامه روشنا هر روز به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه. میتونید با ما در ارتباط باشین. سوالات، پیشنهادات، انتقادات و هر صحبتی که دارین میتونید که همکنون با ما در ارتباط باشین و کارشناسان محترم پاسخگوی سوالات شما عزیزان حتما هستن. موضوع امروز ما تجلی کمالات انسانی در قیام امام حسین علیه السلام و دعا و ای که چگونه ما باید در کنار امام حسین و در همراه با امام حسین و ذکر و نام امام حسین باشیم و ای که به هر حال یک نوع تجلی کمالات انسانی در وجود همه ما خودش میتونه همین دعا باشه و راز و نیاز با خالق خدا. و اما ای که موضوع امروز ما هست و این موضوع رو با شما عزیزان گفتگو بررسی میکنیم، رسیدیم به کجا خانم رضایی عزیز؟ خب ما بحث مطرح کردیم دو نمونه از بحث، هم ادب در مقام خالق، ادب الهی رو که بنده در مقابل خالق باید داشته باشه، و دوم ادب در مقابل مخلوق بود که اشاره کردیم به اینکه در وجود نازنین سید و شهدا رابطه حضرت با حضرت عباس علیه السلام و همینطور با حضرت زینب. خب یک کمی جلوتر میریم خانم زهوری. بله. یک وقتی هست بس ما در رعایت ادب در مورد مخلوق، خب نزدیکانه که همون که شما اشاره کردید که بله. پدری در رعایت، در به عبارتی همون که گفتیم که ادب نوعی ظرافت عمله، درست، زیبا سخن گفتن، شایسته سخن گفتن، حتی با کوچکتر محترمانه صحبت کردن، از الفاظ زیبا استفاده کردن برای فرزند، این نشانه ادبه. حالا که بگیم که خب مثلا پدر کلان چرا باید به نواسش جان بگه یا چرا باید او رو آقا یا خانم صدا کنه، نه هیچ ایرادی نداره، بلکه عین همون به عبارتی پیروی کردن و الگوگیری از سیره و سنت ائمه معصومین به خصوص بسه نهضت عاشوراست. خب این نکته در جای خودش، منتها یک قدم اگه جلوتر بریم، ادب در مقابل کسی که به عبارتی ممکنه با ما مشکل داشته باشه، با ما مخالف باشه، من اصلا قبول هم نداشته باشه، این خیلی اهمیت داره که نکته بسیار مهمه. بله. خب ببینید الان ما این تجلی همین ادب رو به این شکل در دو تا از صحنه های عاشورا میبینیم، یکی مورد به عبارتی امام حسین در مقابل حرس، و در قدم اول که اتفاق میفته به حالا به لحاظ زمانی اول حر در مقابل امام حسین. خب میدونیم که حر در به اصطلاح اقدامی که انجام میده، آب رو به عنوان فرمانده صفا آب رو حر میبنده بر به عبارتی اهل بیت امام حسین. بعد حضرت مقابله با مقابل حر که قرار میگیرن از یه واژه پرکاربرد در زبان عربی استفاده میکنن، سکلت که اون مادرت به عزایت بنشیند. بعد واژه رو که حضرت به عبارتی ببینید نوعی ابراز احساسات دیگه، حضرت میگن خب بالاخره تو به عنوان یک مسلمان داری رفتاری را از تو سرزده، حتی که فرمانده سپاه هستی، اینکه ممانعت از آب میکنی، و حالا که امیرالمومنین در نهروان این کارو نکرد، زمانی که حضرت حتی در مقابل خوارج که به عبارتی از دین میشود گفت که خارج شده بودن، بعد حضرت وقتی دسترسی به آب داشتن گفتن که نه اجازه بدید حتی هم خودشان، حتی به قول معروف چارپایان اونها هم که در جنگ استفاده میکنن بیان آب بردارن. این خلاف انسانیت و خلاف مشرب به اصطلاح اسلامی است. وقتی واژه رو حضرت استفاده میکنن ادب، یعنی یک نکته ادبی جالب در مورد حور هست، بعد میگه که سر بلند میکنه مقابل حضرت قرار میگیره، میگه که حیف که مادر تو زهراست. یعنی ببینید دشمنی است، یعنی هور او زمان دقیقا مقابل امام حسین. خب بعد وقتی که واژه رو بعد هور، این نشانی و نکته جالب، من همیشه وقتی به این مسئله فکر میکنم میگم که احتمال، حالا شاید بشه بعد اینجوری فکر کرد که این یک مقدمه است برای انقلاب هور، برای اینکه تجلی بکنه دقیقا. اون بازگشت انقلاب گرونی نگونی. ببینید برمیگرده اینو میگه که من جایگاه تو رو میشناسم و من به خودم اجازه بی حرمتی و بی ادبی رو نمیدم. بله. وگرنه که اگر تو الان دشمن من هستی، اگه بس رجزخانی متقابل باشه، خب شما در مقابل من حرفی زدی و من میتونم متقابلا جواب تو رو بدم و بس است که، ولی میفهمید که مادرت زهراست، یعنی من به خودم اجازه را نمیدم، من اینقدر گستاخ و بی ادب نیستم که مثلا به ساعت مقدس، چون میدونیم که خب به عبارتی همه میدانن که ای که در مقابلشان قرار گرفته سپاه مقابل، سپاه کفر هم میدانه که فرزند رسول خدا، حالا با او توجیه ها و تصویر هایی که اتفاق افتاده که واقعیت رو وارونه. این حرکت اول هور در مقابل حسین. حالا برعکسش، زمانی که هور انقلاب در او اتفاق میفته، زمانی که توبه میکنه، همون هوری که آب رو بسته، یعنی بیشترین دشمنی رو انجام داده، یک خطای غیر قابل جبران رو انجام داده مقابل امام حسین که قرار میگیره و با حالت پشیمانی، حضرت ببینید این به عبارتی نزدیک میشن
سر رو بلند میکنن و دو اصطلاح معروفی که تو حری و خدا نام تو رو حر گذاشتن و این که آزاده هستی و بعد اون برخوردی که امام حتی بعد از به اصطلاح هنگام شهادت حر، یعنی که این نهایت ادبه، یعنی حتی اگر کسی در مقابل من دشمنی میکنه، بله، حتی اگر گستاخی میکنه، حتی مثلا فرض کنید اگر که بدترین اعمال رو انجام میده، ادب من، شخصیت من، ویژگی انسانی من و کمال انسانی من اجازه رو اگر به عنوان الگو و اسوه امام حسین رو قرار میدم، حتی در مقابل کسی که بیشترین ظلم رو به من کرده موقع، وقتی ابراز پشیمانی کرد، وقتی خودش قبول کرد که کارش اشتباهه، من با رأفت کامل انگار که هیچ اتفاق نیفتاده، انگار یعنی مثل اینکه پرونده روز قبل او رو چند ساعت قبل او رو کلا بستم و پرونده جدیدی برای او باز کردم، گفتم حالا که پشیمان شدی، حالا که با صدق نیت و از خلوص قلب توبه کردی، من با آغوش باز تو را میپذیرم. و این باز یه قدم جلوتر بریم، ببینید ما در وهاب نصرانی، یعنی ببینید حالا بس فقط اسلام رو میذاریم که تجلیات در مورد اصحاب امام حسین، حالا اصحاب مادر اصحاب، یعنی وهاب در جنگ به شهادت رسید، مادر او به عنوان یک زن مسیحی داریم که حالا عزیزانی که خوانده باشن و یا حتی بعضی از فیلم ها و سریال هایی که در این زمینه ساخته شده دیدن، زمانی که سر وهاب رو برمیگردونن به مادرش میدن به عنوان اینکه ببینید این زن رو به اصطلاح متزلزل کنن از لحاظ احساسی، یک نوع ادب الهی ببینید امانت خدا بوده، پاره جگر منه، یعنی فرزند به هر مادری به فرزند خودش بسیار دوست داره، ولی ببینید وقتی سر رو که حالا مثلا ناشکری کنه، مثلا ناله کنه، مثلا شکوه کنه، مثلا خدای نکرده نارضایتی اعلام کنه، در کمال این ادب الهی به عنوان یک مادر، به عنوان یک بنده میگه چیزی را که به عبارتی در راه خدا دادم پس نمیگیرم. بله. ما امانتی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. یعنی که من به عنوان یک مادر هر چقدر که عاطفه دارم، هر چقدر که فرزند خودم دوست دارم، ولی وقتی اراده الهی و اراده حجت خدا و ولی خدا اتفاق میفته، وقتی ما با باور کامل به حقانیت حسین ابن علی در راه او جان سپاری میکنیم، هیچ گله و شکایتی ندارم. بله بله. حتی اگر بدترین صحنه ها و شدیدترین صحنه ها رو به عنوان یک زن و به عنوان یک مادر تجربه کنم، باز هم با نهایت ادب در مقابل پیشوای پروردگار میگم خدا یه امانتی بود به من دادی و من امانتی رو که دادی دوباره پس نمیگیرم، حالا حتی اگر سر بریده فرزنده ما باشه. دقیقاً. و این ببینید یک جای دیگه که باز در وجود خود امام حسین تمام اینا عینیت هایی هستن که ما در بله در زندگی امام حسین هست و اینها رو میتونیم درس بگیریم در زندگی امروزی خود ما. بله بله. بسیار عالی. یک نمونه دیگه حالا اگه وقت باشه خانم زوری که بله. در مورد خود سید الشهدا است، ببینید ما میدونیم که یکی از جانسوز ترین مصائب روز عاشورا به عبارتی شهادت حضرت علی اصغر، اینکه یک طفل کودکی در بله. تشنگی و در به عبارتی نهایت شقاوته که حالا بعد اون جملات حضرت که آقا مگر من در حق شما گناهی کردم، طفل معصومه، لا اقل به او آبی برسانید، و بعد اون مواجهه بسیار بسیار خشونت آمیز و واقعا سنگدلانه و غیر انسانی، یعنی حرکت کاملا حیوانی که در مقابل انجام می بعد ببینید اینکه امام حسین خون گلوی علی اصغر رو، یعنی تصور یک همچین چیزی چه برای مادر چه برای پدر چه برای هر انسانی، یعنی در حکم به عبارتی عاطفه انسانی و احساسات انسانی حکم میکنه که یک آدم دیگه در این حالت تصورش میکنه که یک پدری طفل کودک خود را در بغل بگیره و بعد مثلا تقاضای آب بکنه که من اگر گناهی کردم در مسلک شما و در طریقت در نگاه شما به زن شما اگر من گناهکارم طفل معصوم گناه بدترین مقابل ببینید حالا ببینید بعد متزلزل بشه، باید مثلا حداقل این که سخن تون دیده به زبان رو ولی حضرت خون گلوی علی اصغر رو به عبارتی در مش دارن یا در داخل دستشان هست، بعد به یک حالتی به آسمان میپاشن و میگن خدا چون در مقابل توست چون در مقام توست، چون من میدانم که تو شاهد و ناظر و این هستی، من راضیم حتی به این شقاوت تا این بله، اندازه. پس ببینید یک نوع ادب الوهی، ادب بندگی است. خدایا من در مقابل اولا که هدفم الهی بوده، خواستم الهی بوده، برای اصلاح امت پیامبر تو اقدام کردم، بله، از همه چیزم گذاشتم، بله، حتی اگر زمانی که به بدترین شکل ممکن به کودک من هم ظلم میشه من میپذیرم. شاید بهترین کاربردش این است که خام زوری متاسفانه در اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان به خصوص کشورهای مسلمان ما شاهد ظلم ها و تجاوزات غیر انسانی و بسیار بسیار وحشتناک داریم، کشتارها، حملات انتحاری، بله، حتی مثلا کشتارها، عملیات مسلحانه، مثلا حوادث تروریستی که متاسفانه در بسیار از اونها کودکان بیگناه، افرادی که اصلا غیر نظامی هن دچار آسیب میشن و به شهادت میرسن. خب گاهی وقتا ممکنه که
اتفاق بیفته که بعضی هم میگن که خب عدالت خدا کجا رفته؟ چرا این قسمیست؟ چرا ما اینقدر مثلا من مصیبت میکشیم؟ من که شیعه علی ابن ابی طالب و من که مثلا داد از محبت امام حسین میزنم، چرا باید طفل ما در حمله امطاری کشته بشه؟ چرا مثلا جوان ما باید در بدون هیچ گناه و تقصیر، طفل 12 ساله یا 11 ساله ما چرا باید کشته بشه؟ ممکنه این یک همچین سوالاتی پیش بیاد. خب نه، حالا در این حالت، در این عبارتی اضطراب و در این احساس بسیار بسیار عمیق درد چیکار کنم؟ به عنوان شیعه و به عنوان محب و به عنوان پیرو، به عنوان کسی که الگو میگیره از نهضت امام حسین، بله. خب طفل من در حد علی اصغر امام حسین، طفل من هم در حد فرزند امام حسن مجتبی، طفل من هم جوان من هم در مقابل جوان امام حسین، او رفتاری که امام حسین در مقابل با این حوادث، در مقابل با این شدائد انجام داد، من به عنوان الگو و اسوه امام حسین رو قرار میدم. و نه در نهایتا اتفاق بعدی چی؟ وقتی قیام امام حسین خاموش ماند، آیا امام حسین وقتی به او به عبارتی به شکل از تو نوع شهادت خود امام حسین، جوان امام حسین، برادر امام حسین، مصائبی که خواهر امام حسین و طفل 3 ساله امام حسین، آیا این نهضت به عبارتی چون باور به داریم که خدا خواسته بود و در کمال مسئولیت اتفاق افتاد خاموش شد؟ نه، اون نهضت بعد یک به اصطلاح 1400 سال تبدیل به نهضتی شده که هر سال 20 چند میلیون رو از سراسر جهان می... پس بنابراین اگر دچار مصیبتی میشیم، اولا در لحظه صبر پیشه کنیم و واقعا الگو بگیریم و بعد مطمئن باشیم که پایان شب سیاه سپید است و انما العسر یسرا. بله، بسیار عالی. و که همزمان با مشکلات سختی ها آسانی هم هست. بله، یعنی همین خودش راضی بودن به رضای خداوند و ای که ما تسلیم امر خداوند باشیم در هر شرایطی، چه در سختی ها، چه در خوبی ها و خوشی ها، خود این میتونه یک نوع ادب باشه در مقابل خداوند. بسیار عالی، تشکر میکنیم خانم رضایی، از صحبت هایتان استفاده بردیم و در کمال ادب از حضور شما خداحافظی میکنیم و از همه شما عزیزان بیننده هم که تا این لحظه بیننده بودین جان سپاس. امیدوار هستم که ادب را در تمام مسائل زندگی خود ما قرار بدیم و لحظه لحظه زندگی خود ما را با ادب پیش ببریم. زندگیتان سرشار از موفقیت ها و خوشبختی ها باشه. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.